عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. این جلسه جشن تکلیف خامنه ای. خوب عزیزان، اگر به یاد داشته باشید ما یکی دو جلسه در رابطه با سید علی خامنه‌ای برنامه‌هایی رفتیم و نمیدونم چه حکمتیه، هر بار به این شخص من میرسم الان دیگه واقعیتش قبلا عصبانی میشدم، الان خندم میگیره. یک دیکتاتور کوچکی که دوست داره دیکتاتور باشه و بعد هر کتا رو تقلید میکنه، مثلا بهش گفتن آقا هیتلر حالا اگر 4 نفر میکشت بغل با بچه‌ها هم دیداری میکرد، یا نمیدونم اون خانواده کره شمالی رهبران اونا مثلا چه حرکتایی میکنن. اصلا این دیر اومده ای، تو دقیقا نمونه یک آدم تاخیری هستی سید علی. اومده جشن تکلیف کودکان 9 ساله یه سری آدم رو، اصلا بابا معلومه دیگه هماهنگ شده است. آخه چقدر تو تابلوزایی، یه سری بچه 9 ساله رو، دختر جوان رو. من اولین بار چیزی که منو تحریک کرد عکسی که از اینا بیرون اومد، حالا چند نفر به طنز گذاشته بودن خامنه ای مثل یه معذرت میخوام واقعا چی، وسط نشسته یه سری دختر بچه معصوم بیگناهه که مخشویی شدن، حالا خانواده اینا سپاهی مپاهیان چجوری، یعنی بچه ها رو فرستادن اونجا، وضعیت عجیبه. یعنی هر انسانی که یه اینقدر شعور داشته باشه نگاه بکنه واقعا فرار میکنه، چون اینا به خودشون رحم نمیکنن دیگه. دیدید دیگه با توسی چه اتفاق افتاد؟ کدوم مغز سالمی بچه‌شو اینجوری مثلا میفرسته تو این داستان ها؟ مگر اینکه مثلا ماجرای 20 نمیدونم 30 سال 40 سال پیش بشه، دور هم دورهای ما باشه که اصلا دیگه جایی نبود، امیدی نبود، بعد میرفتیم توی مساجد و سینه زنی بکنیم و فلان بکنیم، کار تفریحی بکنیم. الان که دیگه خب خوشبختانه بخش وسیعی از جامعه دیگه این داستانو نره، خواننده میخواد بشه لازم نیست بره قرآن بخونه، نمیدونم بره مداحی بکنه، سینه بزنه، فلان بزنه، تو که بتونه به شکلی جای خودشو باز بکنه که در بسیاری از موارد هم به بیراهه میره. این جوان ها رو من میبینم اصلا دست و بدنم میلرزه، اصلا با خودم فکر میکنم میگم بابا شاید خدا بکنه واقعا اینا بچه سپاهی باشن، کما اینکه حتی بچه سپاهی هم باشن بازم ناراحت کننده است. من طول عرض این 10-15 سالی که درگیر این کار هستم اینقدر من ایمیل گرفتم، دریافت کردم از این کسانی که خانواده هاشون به شکلی به هر حال توی نظام هستن، سپاهی هستن، پسر فرماندار مثلا فلان شهر ایمیل زده بود که ما جداییم، ما با اینا نیستیم، وضعیت ما اینجوری، حالا پدر ما ماست، ما یه جهان موازی دیگه هستیم. خامنه‌ای کله خودشو مثل یه دونه کپک احمق فرو کرده تو برف و با این چیزا داره خودشو راضی و سرگرم میکنه که در نهایت مثلا بیان برای شعر بخونن. اون دفعه هم که گفته بودیم دیگه این عقده شعرخوانی و این که از خودش یه جلوه فرهنگی بده، آقا داداش تو به نتیجه برسید، تو حتی آخوند هم اگر بودی، آخوند باشعوری بودی، یه جایی بودی که 4 نفر رو حساب میکرد، وضعت بهتر از این بود. خیلی تلخه، خیلی دردناکه. آخه چه خبرته؟ این همه جمعیت رو دور خود جمع کردی، نگاه بکن مثلا شعر خوندن، اصلا تو اصلا فهمی دیگه این جوونا، این نوجوونه که اومدن این شعر جشن تکلیف، اسمش هم هست شعر فرشته، ملودیش هم ملودی خوبیه، ملودی کچی، اینطوری میافته تو ده، حالا ببین چی خوندن. بعد صورت گل انداخته، نمیدونم خوشحاله یا چیزی زده، چجوری خوشحالم از بعد مثل این مبهوت ها اینجوری این ورم ورم نگاه میکنه که اینا دارن چی میخونن. شک ندارم تو نفهمیدی، اصلا فقط یکی دوتا کلمه شو فهمیدی، اینجا ایرانه و فلان. متن شعر رو ببینید، اینجا ایرانه، اینجا مردمش نمیبازن، اینجا ایرانه، دخترها ستاره میسازن. حالا کیفیت شعر اصلا کار نمیخوام، ببینم که محتوایی که دارن حلق و مغز این بچه ها میریزن، چون نگاه اصلا وحشت میکنه. تو سپاه مهدی، سپاه حضرت مهدی، مادرها دخترها هم همه سربازن، اینجا ایرانه، کسی که چپ نگاه بکنه به کشورم نمیگذرم، بیفته پاش میشم فداش، کودک سرباز. واسه خودم یه لشکرم، بیفته پاش میشم فداش، خب آخه من یه دخترم. بعد ملودی انگار مثلا از این خواننده های R&B نمیدونم چیزا میخونن، اوه یه یکی هم بیاد وسطش مثلا بگه حالا دیگه آقا شده نمیدونم اینوری ورد زبون شده همه بیت رهبری، نمیدونم بیا بریم با هم دیگه پلی سپاهی با هم دیگه بخوریم، آقا خیلی دوست داره مثلا سبزی پلو با ماهی، مردک به خودت بیا، این چی آخه. بعد مادرم زهرا، تپش قلب منی هر دم، مادرم زهرا، یادگاری تو تو سرم کردم، میخواستید بکنه رو سرم کردم، منظورشون رو سریه دیگه احتمالا، اینشون میگن مال فاطمه زهرا دیگه، هی مادرم زهرا، مادرم زهرا، فلان، واسه من چی بهتر از اینکه ببینم
روزی که دور مهدی میگردم مادرم زهرا فلان بسار. اینجور آدم ها رو بچه مچه با اینا نباید تنها بذارید. اینا مغزشون خطرناکه آقا. این نشانه های جدی اصلا عجب غریب بیماری درش وجود داره. میخوایم با هم دیگه گوش بکنیم ببینیم اصلا داره خطاب به این تعداد بچه چی داره میگه. شما حرفا رو ببینید چه حرفای خطرناکی میزنه. دیگران رو هم به راه راست شما راهنمایی کنید، هدایت کنید. این مسئولیتی است که بر عهده همه ما هست. یک دختر تازه مکلف شده مثل شما پیش خدای متعال از لحاظ تکلیف با یک زن بزرگسال با یک مرد مسن هیچ تفاوتی نداره. یعنی آجر اگه تو کله این آدم میریختی بهتر از این جواب میداد. میگی تکلیفی که خدا، اولا که اینو میدونی که هر جا میخواد فرار کنن اسم خدا رو میاره، تکلیفی که خدا برای توی بچه 9 ساله گذاشته، من امید دارم یکی از این بچه‌ها اینو بشنوه. ببین همکلاسی اگه رفیق بفیق هستن نشون بده بگه خواهر بچه عزیز آقا مراقب باشید از دل این داستان فجایع بیرون بیان. میگه بچه‌ای که 9 سالشه تکلیفی که خدا بهش داده با یک زن مسن و نمیدونم مرد سندار فرقی نمیکنه. این عملاً داری چی میگی تو؟ شما میدونید بچه‌تون یعنی واقعا دوست داری مثلا بچه 9 ساله تو شوهر بدی؟ یعنی میدونید دیگه چه در مورد چی داره صحبت میکنه دیگه. یعنی اون پدر مادری که بچه‌شون رو فرستادن اینجا دو حالت داره دیگه. دوباره واقعا همینجوری باید بگیم، یا آنچنان اون پدر مادر مسخ شدن مغز تعطیل شده که میگه آقا بله دیگه بذار هر اتفاقی میخواد بیفته حتی با این خامنه ای هم بیفته. چه تکلیفی خامنه ای تو بچه مردم رو، اصلا بگیم بچه سپاهی هم باشه، چه تکلیفی هست که این 9 ساله باید جواب بده؟ مغز 9 ساله چی میفهمه از جان؟ مغز 9 ساله چی میفهمه از روابط؟ آخه بیشعور مغز 9 ساله چی از بیولوژی میفهمه؟ این چی میفهمه از اندام خودش؟ این حداقل 7 8 سال دیگه نیاز داره که این 9 سال بشه مثلا حداقل تا 15 16 کشیده بشه این تازه بفهمه بدنش چیه، این تازه باید بفهمه روابط چیه، دوستی چیه، عشق چیه. بعد توی بیشعور علاق میگه بگی شما باید دوست بشی با خدا؟ آخه حیوان، این بچه نیاز به آموزش داره. بعد بهش میگه برو کتاب بخون. توی احمق با اون نظام آموزشی که به وجود آوردی اجازه میدی دختر 9 ساله پسر 15 ساله اینا برن تو درس بفهمن و بخونن که اندام جنسی چیست، عمل جنسی چیست، گرایش جنسی چیست، مسئله دوستی چیست؟ یا نه اتفاقی تو نظم آموزشی ایران افتاده ما بیخبریم؟ میدونی داره چه اتفاقی میفته تو زیر پوست اون جامعه؟ آمار تجاوزات خانوادگی رو داری؟ آمار تجاوز محارم رو داری؟ نداری دیگه توی اولاغ مرون که بد نمیگن. اگه بگن که تو اگه خودت پس یه آدم متجاوز، یا با کی دارم من صحبت میکنم؟ آقا یکی بیاد یقه ما رو بگه با کی داریم حرف میزنیم؟ مرد سپاهیاش بلند میشن دخترایی که زیبارو هستن از بین تظاهر کننده تظاهرات میدوزن و میبرن اینور. به کی داریم میگیم؟ با نظام تجاوز چه صحبتی داریم؟ اصلا شعور این داستانو نداره که. تو چه شعوری نسبت به زنانگی داری؟ تو هیچ فهمی نسبت به زن نداری. بعد دختر مردم میاد میگه تکلیف تو به فلان، اصلا خیلی عجیب غریبه. بریم ادامه رو. اون توصیه‌ای که من میخوام به شما نوجوانها بکنم، به شما دختران عزیزم توصیه کنم، اینه که با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. با خدا حرف میزنید، توجه داشته باشید که دارید با خدا صحبت میکنید، با خدا حرف میزنید. در جای دیگه میاد خطاب به همون نوجوان ها میگه، توصیه هم چیه؟ مهمترین توصیه ای که داره میگه با خدا حرف بزنید. انگار مثلا یه، حالا ما نمیخوایم به عقاید دینی و اینا کاری داشته باشیم، هر کسی میتونه تو خلوت خودش یه حرکتی بکنه، اما با شعور این کارو بکنه، به یه نقطه ای برسه، نه بچه 9 ساله ای که تازه موقع تجربه جنگ، مثلا بهش بگه بیا برو دخترم بخون فیزیک بخون ببین جهان چجوری شده، بیا برو نمیدونم فلسفه بخون ببین مفاهیم چیه، دخترم بیا برو مثلا نگاه بکن 4 تا دانشمند بشناس، 4 تا آدم متفکر بشناس، 4 تا سیاسی بشناس ببین چه اتفاقی افتاده، جهان از چی به وجود اومده، اِوولوشن چیه، بیگ بنگ چیه، فلان. با خدا حرف بزن. بچه دختر دیوانه میشه بره تو خونه تا مثلا مثل ما دیگه، ما هم همینجوری بی شعور داشتیم بار میومدیم دیگه، شانس آوردیم حالا درگیر شعر و فلان اینا شدیم. بره صبح تا شب نماز بخونه، نماز شب بخونه، روز سکوت بگیره، دعای کمیل بره، ندبه بره، فلان بره. بعد میگه
حرف باید بزنی با خدا، با خدا دوست بشی، خدا هم با تو دوست بشه. بچه حالا نماز بخون، فلان بخون، بسار بخون، میبینی آقا من دارم این همه دارم تو خلع دارم داد میزنم، بعد میگه خدا به تو جواب میده. چه جوری جواب میده آخه احمق؟ این حرفا رو تو میتونی به چهار تا مثلا اون آدم 70 80 ساله اطرافت بزنی، اونا هم دیگه فسیل موسیل مغزشون دیگه تعطیلن، رو به موتن، کار ندارن. اینو به بچه‌ای که وسط موبایل و آیپد و کیم کارداشیان و جاستین بیبر و فلان اینا به دنیا اومده، ملودی زهرا زهرایی که دارید میکنید، ببینید از مزنزادهای اردبیلی، از همون حاج منصورتون، از آهنگرانتون، از کویتی پور و اینا رسیدید به خلج و ملج و نمیدونم اینو اونو که دوب 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 موسیقی، این موسیقی، ملودیش میدونین چیه سه دلی؟ این ملودی میدونین ملودی غربی هاست، موسیقی آرندی ایناست، عداشو که در آوردم. کل داستان فرهنگیتون تقلبیه، تقلبی الان شده. اون محمد نبودی که اول انقلاب میخوندید اصیل بود، شکست خوردید. شما پروپاگاندای نظم اسلامی تو شکست خوردید که امروز مجبورید بیای تو جشن تکلیف و تو دلت هم اول داستانم میگه دیگه، تو دل چرا؟ بچه ها گوش میکنید به من، بچه ها هم تو دلشون دارن میخندن، اونا هم که بچه ها خبر نرن، اونا یه سری واقعا فرشته معصوم هستن که اصلا نمیدونن که چه خبر هست، اومدن اونجا و ما زیاد دیدیم ها. بچه هایی که قدیم هستن میدونن، یه فروغی بود قرآن میخوند، یه طباطبایی بود میآوردن اینا حلوا حلوا میکردن، بچه کوچیک فرار شد معلوم نیست کجاست، دیوانه شد. من شنیدم اینا دیوانه میوانه شدن، بچهای نخبه بودن با استعداد. این شوخی نیست که تو قرآن مثلا بیای حفظ بشی بعد یه تیکه از توش یه آیه رو یه مصرع رو بگی دقیقاً کجاست. یه ذهن کامپیوتری جدی میخواد، میتونید بچه بره موفق بشه تو ریاضی، تو فیزیک، تو علم. آوردنش اینجا ذهنشو داغون کردن، نابودش کردن، تو مثل یه گزی مثل یه دستگاه مغزشویی بیار بچه رو اونجا. من امید دارم واقعا این بچه‌ها شانس بیارن عزیزان. نمیدونم واقعا مثلا دست و بدنم میلرزه که این پدر مادرها به اینا علم یاد بدن، به اینا فلسفه یاد بدن، ادبیات یاد بدن، هنر یاد بدن، نه بنشوننش پای آدم پدوفیلی مثل این خامنه ی حیوان بیاد این حرفا رو به این بزنه. بیا بعدش ادامه بده چی بگو. تا الان مثلا چی گفته؟ بچه‌ها دوست باشید با خدا، با خدا حرف بزنید مثل این دیوانا، خدا هم جواب نمیده. بعدم شما تکلیفتون با بزرگسالان یکیه. اون بچه هم که نمیدونه، میره به پدر مادر میگه پدر مادر من پس تکلیفم با بقیه یکیه دیگه، میتونم چه کاری انجام بدم، میتونم بگه نمیدونم. خب اینو برای خودش سوال پیش میاد دیگه. ادامه معنی این کلمات نماز رو یاد بگیرید، اینها رو ترجمه هاشون رو از بزرگترهاتون، از معلماتون یاد بگیرید. یکی از راه های دوستی اینه. یکی دیگه از راه های دوستی هم این است که مواظب باشید اون کارهایی رو که خدا گفته نکنید نکنید. این احتمالاً یکی دوتا مشاور اومدن بهش گفتن که آقا این قبلات یه سه چهار بار قبل از اینم تو این جشن تکلیف بوده، بی تجربه نیست. ولی اومدن بهش گفتن حالا یه مقدار از اون تریپ چیز اینا بیا پایین، با زبان خودمانی تر دوتا توصیه کرده. یه کارهایی که خدا گفته بکنید بکنید، اون کارهایی که خدا گفته نکنید نکنید. یه چیز تو مایای اتوبوس از تاکسی بزرگتر است امام خمینی، در اون حد ماجرا. حالا به این کارهایی که خدا گفته نکنید چی هستن؟ اون چیزایی رو که خدای متعال گفته انجام بدید انجام بدید. راه دوستی با خدا اینه، از همین امروز با خدای متعال دوست بشید. در جای دیگه اشاره کرده که شما باید همچون زنان بزرگی که در تاریخ جمهوری اسلامی هستند بشوید. چون زنان در گذشته که مربوط به تو و نظم سیاسی تو نیست، تو حداقل اجازه نداری در مورد تو. در بهترین حالت دو تا نمونه داری، سه چهار تا نمونه داری دیگه. فاطمه زهرا، زینب باید بگی، ام کلثوم باید بگی، نمیدونم رقیه رو باید بگی، بعد همون همین حرف خیلی به خودت فشار بیاری، خدیجه و نمیدونم تازه با عایشه هم که شما زاویه دارید. همینا ته داستان شما کیه؟ میخوای مثلا زن خمینی رو بگی، زن نمیدونم هاشمی رفسنجانی رو میخوای بگی، زن خودت رو میخوای بگی، زن رئیسی رو میخوای، آخه شما چی تعویل داری؟ مریم میرزاخانی نمونه کسیه که نخبه است و اسمش هم جهانی شده، یک زن باشعور، درست، علمی، جدی که کل ایران هم میتونه بهش افتخار بکنه، همون هم که شما لیاقتش رو نداشتید نگه دارید. آخه خامنه ای تو از چی حرف میزنی؟
تو خودت یه تو آینه نگاه بکن، در آینه تاریخ نگاه بکن، ببین 4 تا زن درست حسابی دور و بر شما بود و هست. 4 تا زن درست حسابی تونسته از دل نظم سیاسی شما بیرون بیا. یعنی که مسخره و مضحکی خاص و عام هستید. همین چند وقت پیشم یه دونه همایش گذاشتید زنان موفق و فلان اینا. چند وقت پیشم که یه 4-5 ماه پیش به همین سر ماجرای انقلاب اومدید تریپ برداشتید، ما هم زن و زن، که مثلا ما هم مال زن زندگی آزادی. نمیدونم یه دونه بیلبورد بزرگ زدید، 10 نفر رو زدید اون بالا، 9 نفرشون اومدن اعتراض کردن که آقا عکس ما رو بردار. آخه حیوان کجا؟ تو کوتال یک زن شخیص، یک زن با شعور علمی درست شما تحویل جامعه دادید که بیاد بگه بله من یک دانشمند هستم، من یک آدم آزاده هستم، من یک آدم فلسفه دان هستم، یک سیاستمدار جدی هستم که آزادی برای من مهمه، ترمهای آزادی رو میشناسم، کار فرهنگی دارم میکنم، هنرمند. کجاست؟ تو چه نسبتی با زن داری؟ تو فقط اینو تو به من نشون بده، من بفهمم که تو توی خامنه‌ای و دار دستت چه نسبتی با زن دارید؟ کجایی شما؟ تو چجوری به خودت اجازه میدی بیای برای دختران نوجوان 9 ساله صحبت بکنی؟ صحبتت همینه دیگه، دوزری. تو تهش باید در مورد نماز و روزه و تکلیف و فلان و اینا صحبت بکنی، خودت کشتی 13 دقیقه. یعنی از چی من دارم میسوزم؟ از این که تو این اندازه بیشو. به خدا من اگه مشاور تو بودم 4 تا بهت چیز میدادم که تو فهم و شعور یه کوچولو بره بالاتر. 4 تا کتاب بخون، 4 تا کتاب جدید بخون در مورد آموزش. ماهانه چی آقا؟ تو مقاله هایی که این دانشگاهی داره تعریف میشه چیز میشه سواد مواد یه چیز زبان های خارجی هم که الحمدلله والمنه نداری، اما تشی کوچولو عربی مثلا یه چیزایی بفهمی. میاری به 4 نفر بغل خودت، سیستم مترجم داری، فلان داری، 4 نفر دارن تو اون دم و دستگاه ترجمه. بگو آقا مطالب جدید در مورد تربیت کودکان چیه؟ آقا جهان غرب داره دیوانه وار میتازه به سمت اینکه کودکان رو نظم آموزشی چجوری باشه، باید نظم پراگماتیستی آمریکای شمالی چجوری داره میره، اینا چجوری از تنبیه رسیدن به تشویق چجوری دارن قدم به قدم جلو میرن، برنامه میسازن، کتاب میسازن جلو. ما شانس آوردیم، ما این بچه‌ها، جوونا، نوجوونا، شانس باید بیارید شما. یعنی دیدید اینا رو فرار کنید، دیدید نظم هر چیزی از دل نظم آموزشی اون داره در میاد، چون تش اینه دیگه، این آدم بالا سرشه. و کسانی مثل این، اینا در نهایت نگاهشون به زن، اینا تو کارام هم گفتم دیگه، اینا ذهنشون این اندازه بیماره، اینا به زن جز به مسائل جنسی صرف نگاه نمیکنن. و در نهایت بهترین حالتشون اینه که چادر سرش بکنه بفرسته سوریه اونجا کشته بشه، که اونجا هم نمیفرستید شما حتی، در بهترین حالتتون اینه. در هر صورت اتفاقی که وجود داره، توی خامنه‌ای که میای دستمالی میکنی زنها رو، توی خامنه‌ای که نظم سیاسیت و نظم نظامیت این چنین حیوان وحشی و کثیف هست که دختران مردم رو، همین دخترایی که یه زمان تو از کجا میدی، شاید همون دختران بچگی تو جشن تکلیف نمیدونم سال مثلا 80 بوده، سال 70 خورده ای مثلا اون بچه هم بوده، همین متولد داره، ببین متولد 80، متولد نمیدونم 80 خورده ای 75 میشه بچه، شاید یکی از همین دخترا اون موقع که تو زنده نیستی احتمالاً بگیم 10 سال دیگه 20 سال دیگه، امید که من دارم زنده باشی جنازه تو هم ما بتونیم محاکمه بکنیم، ولی این بچه‌ها 5 سال دیگه 6 سال دیگه تو یه جریان دیگه هم، حالا ما اینا رو بگم که ما یقینمون بر اینه و چشم اندازمون بر اینه که همین فردا نظم کثیف جمهوری اسلامی از بین بره، ولی مفاف بگم از بین همین بچه ها معترض بیرون میاد، از بین همین بچه ها فقط کافی اون پولکشون بیفته از چشمشون و بفهمن جهان سیاهی که نظم جمهوری اسلامی، خامنه ای، خمینی، رفسنجانی، خاتمی و اینها ساختن و ما شانس آوردیم از دلش بیرون اومدیم و فرار کردیم چه سیاهیه، تا متوجه بشن که دو راه وجود داره، یا سیاهی یا تباهی، یا به اون سمت نابودی و دین و نمیدونم شکل‌های فروپاشیده ذهنی، یا این سمت علم هست، هنر هست، زیبایی هست، شادی هست، عشق هست. این دو راه هست. پدر و مادری اگر کوچکترین شعور و ذره احساس و فهم داشته باشه، باید در بزنگاه تاریخی حواسش باشه که بچه‌شو به کدوم سمت می‌خواد سوق بده، به کدوم سمت می‌خواد هدایت بکنه. من اگر پدر بودم، اگر به عنوان برادر، به عنوان دایی، عمو، به بچه فقط همینو میگم، اینو تو کارام هم گفتم که بچه ببینیم بدنت مال خودته، این بدن حواست به بدنت باشه، این ذهن، این روح، این جان، هر چی که اسمشو میخوای بذاری پرورشش بده، خرج اینو اون نکن، خرج این سیستم نظامی و تبلیغاتی و سیاسی نکن، حفظش کن.
آزاده بار بیا، مستقل بار بیا، با شعور بار بیا، با فهم و زندگی کن و عشق کن. چقدر ترسناکه، چقدر ترسناکه. من همچنان نگران هستم برای این بچه‌هایی که پای منبر خامنه‌ای بزرگ میشن و امید دارم که اول اتفاقا اینها رها بشن تا ما بتونیم فردایی آزاد برای کل جوانای ایران داشته باشیم و این چنین نگران نباشیم که کسی که شخص اول جامعه است یک آدم فاسد حقیر ناکارآمد باشه.